سرخط خبر دارد. گرامی داشت از روز جهانی صلح در فضای گفتگو و جنگ همزمان. دو طرف یک گروهی است که در برابر یک نظام مشروع و مردمی بغاوت کرده. آیا با طالبان که حکومت بغاوتگر می خواند افغانستان به صلح خواهد رسید؟ چون رعیت ما شما در روی قرار دارن، به خاطر من خواهش ما می خواد بود که در صحبت ها و جانب احتیاط مراعات بکنیم. توافق گروه های تماس دولت و طالبان بر سر مورد های اختلافی اصول رفتاری. معاون دوم رئیس جمهوری پافشاری طالبان برای اصل قرار دادن مذهب حنفی را تفرق افغانی و توهین به مردم افغانستان می خواند. این او برخورد به نظر من اول در تضاد است با اندیشه و مکتب امام حنیفه. خط موازی صلح و جنگ، حمله خونین طالبان بر پازگاه های نیروهای امنیتی در قندوز و کاپیسا. حمله های طالبان در دو هفته گذشته جان نزدیک به 100 غیر نظامی را گرفته و 230 تن دیگر را زخمی کرده است. در جریان دو هفته گذشته 98 تن از هموطنان ملکی ما را شهید کردند و 230 تن دیگر از هموطنان ملکی ما از سر حملات تروریستی مجروح گردیدند. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. به نام خداوند یکتا و شب شما بخیر. هر گونه تعدیل در قانون اساسی تنها از راه میکانیزم های تعیین شده در این قانون ممکن است. رئیس جمهوری در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح از طالبان می خواهد که نگذارند کشورها و گروه های بیرونی آینده مردم را از آنان بگیرند. همزمان عبدالله عبدالله هم بر برقراری آتش بس و یا دست کم کاهش چشمگیر خشونت تاکید دارد. با این حال معاون نخست ریاست جمهوری طالبان را گروه بغاوتگر می خواند که از نظر او در برابر یک نظام مشروع می جنگند. معاون دوم ریاست جمهوری هم پافشاری دارد که یک موضوع اختلافی نباید سبب بد درازا کشانیده شدن روند گفتگوهای صلح شود. گرامی داشت از روز جهانی صلح در ارگ. اینجا حرفها همه متوجه طالبان است. رئیس جمهور غنی در این نشست هر گونه تعدیل در قانون اساسی را مشروط به چارچوب های تعیین شده در این قانون می خواند. او همچنین با تاکید بر آتش بس از طالبان می خواهد که نگذارند برخی کشورها و گروه های بیرونی آینده مردم را از آنان بگیرند. سیاسی لارد حل یوازنه لارد حل. یو بل راسی اومنو یو چوکات تورسیگو موافقه در طول افغانانو پگته ده او ایله ده چه یو افغان حق قوتونو تا حق شبکو تا او زین ملکونو تا ایده اجازه ورنکی چه مگراتون که لمگنه واخی. همزمان عبدالله عبدالله تاکید دارد که برای حل چالش های کنونی باید با آتش بس تن داده شود. خواست بر حق مردم است، مبنی به این که وقتی که میخواهیم که مسئله حل شود بریم به طرف آتش بس یا با او حد کاهش خشونت نامشه هرچی میگذاریم. کاهش خشونت با او حده که مردم احساس کنند که واقعا اوجا که گفتگو میشه اما گفتگوها را همزمان ساختن به تمثیل نیت و اراده خود که اینال دو طرف امی تعهد داره. طرف جمهوری اسلامی افغانستان هر زمانی آمادگی داشته، من دیگه شک ندارم طرف مقابلم باید به خواست مردم افغانستان تمکین بکنه. معاون نخست ریاست جمهوری اما به طالبان و دوره حکومت این گروه در افغانستان میتازد و باور دارد که این گروه در برابر یک نظام مشروع به نبرد میپردازد. هرچند رئیس شورای عالی مصالحه تاکید دارد که در جریان گفتگوها جانب احتیاط در سخنرانی ها در نظر گرفته شود. این طرف حال نماینده یک ملت است، یک اجماع است، یک جمع است. او طرف یک گروهی است که در برابر یک نظام مشروع و مردمی بغاوت کرده. در رابطه به صلح البته چون نعیت ما شما در روجه قرار دارن، با او خاطر من خواهش ما میخواد بود که در صحبت ها و جانب احتیاط
مراد بکنیم. اینه که واقعیت ها به مردم افغانستان گفته نشه. کی است که نمیدانه که در 42 سال گذشته چی واقع شده، امروز چی میگذره، دیروز چی گذشت. معاون دوم رئیس جمهوری هم با تاکید بر این که یک موضوع اختلافی نباید سبب بدرازا کشانیده شدن گفتگوهای صلح شود، خوشبین است تا به زودی گفتگوهای اصلی میان دو طرف در دوحه آغاز شود. نباید یک اختلاف در یک طرز العمل باعث تأخیر در روند صلح افغانستان شد. دو، هیچ کسی نباید در این صدد باشه که نظریات خود را بر جانب دیگر تحمیل کنه. بانوان هم وابسته به سهیم بودن بانوان در این روند دانسته و تأکید دارند که طرفدار صلحی هستند که در آن حقوق اساسی زنان و مردان تأمین باشد. تحلیل ما است که صلح پایدار وابسته به نقش مؤثر زنان است. در این میان قربانیان جنگ که تا این دم در گفتگوهای صلح نقششان کمرنگ بوده است، بر حضور معنادارشان در این روند و نادیده گرفته نشدن خون قربانیان نبرد چندین ساله در گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزند. ضمن استقبال و حمایت از آغاز روند مذاکرات بین الافغانی، تاکید می‌نماییم که تا هنوز حضور و مشارکت قربانیان جنگ در پروسه صلح و در ترکیب هیئت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی افغانستان و سایر برنامه‌های مشورتی صلح کمرنگ بوده. نگران عدم دخیل بودن قربانیان جنگ در تصمیم گیری های بنیادی صلح افغانستان هستیم. از روز جهانی صلح در حال بزرگ داشت می شود که گفتگوهای رو در رو 10 روز پیش در دوحه گشایش یافت، اما تا این دم دو طرف توافقشان روی نکته های اختلافی را نهایی نکردند. آقای زاکر حسین ارشاد، آگاه روابط بین الملل، روی خط اسکایپ برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای ارشاد سلام بر شما، وقتتان بخیر. وقت شما هم بخیر، تشکر. آقای ارشاد، میدانیم که روز جهانی صلح برای اولین بار در سال 1982 تعیین شد و در ادبیات قدیم فقط به معنای آشتی و ختم جنگ بود. فکر میکنین که به معنای امروزی وسیع‌تر و مدرنش صلح به معنای چیست؟ من فکر میکنم که صلح جهانی علاوه بر داشتن تمامی و معانی و ارزش های کلاسیکی که با خود داشت، امروزه به مفهوم مدرن رسیدن به یک اطمینان و رسیدن به یک امنیتی روحی روانی است که شهروندان هر کشور در هر جای عالم که هست با اطمینان کامل بتانند زندگی کنند و روابط و مناسبات جمعیشان در پرتوی یک اطمینان روحی روانی متقابل شکل بگیره و بر اساس رو پیش بره. درست. آقای ارشاد، اگر به بعد داخلی یک جامعه بپردازیم، چی چیز باعث میشه که یک جامعه از درون اختلاف نظر داشته باشند و به یک صلح پایدار نرسند؟ خب موانع سلبی که بتانه این امنیت روحی روانی را و همچنین حتی خشونت جنگ را در یک جامعه دامن بزنه و امنیت روانی را از یک جامعه سلب بکنه، عوامل مختلفی میتونه باشه، هم عوامل سیاسی، هم عوامل فرهنگی و هم عوامل اقتصادی. ولی اون چیزی که در این میان اهمیت بیشتر میتونه داشته باشه، من فکر میکنم برمیگرده و عوامل فرهنگی و قانونهای فرهنگساز در یک جامعه. زمانی که فرهنگ عمومی مبتنی بر تساهل و مدارا و رواداری نباشه، تاکید بر غیریتی و غیرسازی و دشمن پروری بکنه، طبیعی است که در پرتو چنین فرهنگی در هر جامعه که باشه، چه افغانستان چه غیر افغانستان، بحث صلح و امنیت ممکنه یک رؤیای دست نیافتنی برای کشور و شهروندان جامعه به شمار بیاید که متاسفانه امروز در افغانستان و در برخی از کشورهای جهان سوم داستان و قصه همینه. درست آقای ارشاد، ما میدانیم که مردم افغانستان ایروز از سالهاست که زیر سایه جنگ و به امید افغانستان عاری از جنگ تجلیل میکنن. فکر میکنین که اختلافهایی که در افغانستان وجود داره و این جنگ ناتمام، ریشهش از کجا میخوره؟ من فکر میکنم اصلش ممکنه به صورت داخلی برگرده و فهمهای غیر عقلانی از دین، فهمهای
حداقل انحراف یافته از او جوهر اساسی و معطوف به اصل پیام اصلی و راستین دینی که مربوط میشه و ارجاع داده میشه به بعثت رسول گرامی اسلام از او فاصله گرفته، یک سری فهمهای سوداگرایانه ای که معمولا از دین توسط سوء استفاده گرایانی که ممکن از آدرس های دیگر توان و ظرفیت جستجوی منافع و خواهایشان را ندارند، شاید از این آدرس و از وضعیت فعلی استفاده بکنن، حداقل یک پوش و کاوری به نام دین و باورهای اعتقادی را در میان بگذارن و از این راه گذر تلاش کنن برخی از نابسامانه ها را در کشور به وجود بیارن و گویا اسمن به نام دفاع از دین و باورهای اعتقادی و ارزش‌های اسلامی ولی فی الواقع اهداف دیگری را داشته باشند و اهداف خودخواسته یا خودبنیاد شخصی و جمعی که بیشتر ارجاع داده میشه به مسائل سیاسی، ارجاع داده میشه به مسائل اقتصادی و امثال زنا، منتها با یک پوشش مذهبی و دینی میخواین تعقیب و دنبال بکنن. درست آقای شد، روز جهانی امسال را با در نظر داشت مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که در دوحه در حال جریان است با بیم تجلیل بکنیم یا امید؟ من فکر میکنم متاسفانه بر اساس کارنامه گذشته و تجربه سیاسی که در افغانستان وجود داشته و وجود داره گویا مقدر انسان افغانی زیستن در بیم و امید با هم هست. ما برغم ناامیده های زیادی که حداقل در افغانستان و تاریخ افغانستان همه ماها را در تسخیر خود داشته و داره ولی در عین حال ناگزیر به امیدواری به فردای بهتر افغانستان هم هستیم و اساساً چاره جز این که ما برخی از امیدها را عمومی بسازیم، تعمیم بدیم یا حداقل شهروندان افغانستان را برغم همه ناملایمت ها و خشونت افروزی هایی که به عنوان یک واقعیت این کار ناپذیر و تلخ در سراسر افغانستان جریان داره، در عین حال ما میتونیم امیدوار باشیم و هنر ما همان است که برغم همه ناامیدی ها گام در متن این ظلمت و تاریکی ولی به سوی روشنایی برداریم. پس آقای ارشاد، هنوز هم تهدیدی که در برابر روند زخمی سال میبینین چی است؟ متاسفانه به دلیل اینکه از سوی خیلی از حلقات و کسانی که دخیل ماجرا هستند صلح به عنوان یک امر ذاتی و به عنوان یک نیاز حیاتی جامعه افغانستان درک نمیشه و گویا حیات متامیز و همزیستی در افغانستان بره خیلی از این افراد و حلقه های درگیر به عنوان یک اصل انکار ناپذیر و اصل سلب ناشدنی درک نمیشه، نتیجتاً این فهم ها وقتی که مبتنی بر یک اصل همزیستی عیار نشه طبیعی است که نگاه سوداگرایانه بیش از هر زمان دیگر ممکن است برجسته شود و به متن بیاید و از این قبل افراد ممکن است صلح را یک پروژه لحاظ کنه برای سوداگری خود و ما در این آدرس متاسفانه از آدرس مذهبی و دینی گرفته تا آدرس های سیاسی قبل از آنی که دلسوزانی به ملت افغانستان و سرنوشت عمومی داشته باشیم بیشتر سوداگرایان مذهبی و دینی و سوداگرایان سیاسی زمام امور و سرنوشت عمومی جامعه افغانستان را خواسته ناخواسته با کمال تاسف در اختیار دارند و از هر آدرس و از هر ارزش جامعه اسلامی افغانستان سوء استفاده کرده و چه معامله منافعشان نابترین و درخشانترین ارزش های جامعه ما بوده که از جمله بحث دین و باورهای اعتقادی ما باشه. خیلی تشکر از شما آقای زاکر حسین ارشاد، آگاه روابط بین الملل. گروه های تماس هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان روی موردهای اختلافی اصول رفتاری به توافق رسیدند، اما نهایی سازی این اصول به تایید هیئت های رسمی دو طرف بستگی دارد. منابع در قطر میگویند که حکومت روی دو مورد اختلافی پیشنهادهای بدیل به طالبان داده
که منتظر تایید هیئت این گروه است. با این حال معاون دوم رئیس جمهوری میگوید که بیرون تلقی کردن تشیع از شریعت اسلامی ناپذیرفتنی و توهین به بخش بزرگ از جمعیت کشور است، چرا که به باور سرور دانش مذهب جعفری همچون مذهب حنفی بخش از شریعت اسلام است. بر اساس گزارش ها طالبان در کارشیوه گفتگوها پیشنهاد کرده بودند که در صورت بروز اختلاف در جریان گفتگوها، اختلاف نظر به فقه حنفی فیصله شود و با اهل تشیع و دیگر اقلیت‌های دینی مطابق شرعیت عمل شود. چشم امید شهروندان افغانستان به نشست‌های دو طرف دوخته شده که اینجا در دوحه قطر پشت درهای بسته برگزار می شود. هرچند تا هنوز نشست رسمی گفتگوهای حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز نشده است. گروه های تماس دو طرف پس از نوروز رایزنی سرانجام روی اصول رفتاری توافق کردند و حالا نیاز است که این توافق از سوی هیئت های رسمی دو طرف تایید و نهایی شود. نیاز دارد که این پیشرفت ها به اطلاع تمام هیئت دو جانب رسانده شود. در صورتی که مورد قبول قرار بگیرد ما یک گام به پیش خواهیم گذاشت. در همین حال این عضو هیئت حکومت افغانستان میگوید طالبان در اصول رفتاری بحث‌های فنی را به محتوایی بدل کرده و روی موضوع‌های پافشاری دارند که باید در جریان یا ختم گفتگوها مطرح میشد. مطالبی که باید در وسط گفتگوها یا در پایان مذاکرات صحبت میشد جانب طالبان مطالب بسیار حساسی را آوردن در آغاز گفتگوها. منابع در قطر به تلویزیون یک میگوید که هیئت دولت افغانستان روی دو مورد اختلافی پیشنهادهای بدیل به طالبان ارائه کرده است، هرچند جزئیاتی از این پیشنهاد بدیل نمیدهد. با گفته این منابع طالبان تاکید داشتند که توافق صلح آمریکا و طالبان به عنوان اصل و مادر گفتگوهای کنونی در نظر گرفته شود و همچنین تصمیم های روند صلح تنها بر اساس مذهب حنفی صورت گیرد. این او برخورد به نظر من اول در تضاد است با اندیشه و مکتب امام حنیفه رحمت الله علیه و هم مغایر است با اصول دینی و حقوقی ما و یک نوع توهین هم به یک بخش بزرگی از مردم افغانستان. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی از گروه طالبان می‌خواهد که با نیت نیک در روند صلح پیش بروند. از سوی انتظارها بر این است که طالبان در جریان گفتگوهای رسمی آتش بس کنند. آنطوری که ما به یک نیت پاک و خوب آمدیم، طالبان هم برای فراخوان، برای عدم خشونت و تامین آتش بس لبیک بگویند و دست یاری دهند. بر اساس آجندای قبلی قرار بود دو روز پس از نشست افتتاحیه با تعیین آجندا گفتگوهای رسمی دو هیئت آغاز شود، اما حالا نو روز از آغاز این گفتگوها میگذرد و با وجود توافق هیئت‌های تماس دو طرف زمان آغاز گفتگوهای رسمی هنوز مشخص نیست. آقای فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی از دوحه پایتخت قطر مکان برگزاری نخستین دور مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان با ما وصل هستند. آقای خوزون سلام بر شما، وقتتان بخیر. سلام بر شما و به بینندگان محترمتان. آقای خوزون، پرونده کار روی اصول رفتاری در حال بسته شدن است؟ قسمی که شما هم گفتین سر اکثر موارد توافق صورت گرفته، در پایان کار است انشاءالله. او هم امیدوار استیم که به زودترین فرصت این پرونده گفته شما بسته شود. در کدام مرحله قرار داره؟ در مراحل خیلی کوچکی که هنوز هم مانده سر از او بحثا صورت گرفته بود. دیروز هم مجلس بود، امروز هم مجلس خوبی بود. ببینیم که بعد از مجلس فیصله مجلس که اعلان شود که امیدواری مایی است که تای اینمی نشست ها مشکلاتی که باقی مانده و نهایی نشده و نهایی شده، در این راسته قسمت جمهوری اسلامی افغانستان نهایتا کار کرده، تلاش کرده و بحثای خوبی را با جانب طالبان پیش برده و امیدوار هستیم که به زودترین فرصت این مشکل حل شود. گروه های تماس حکومت افغانستان و طالبان روی همین اصول رفتاری به توافق رسیدن؟ ببینین وقتی که گروه تماس به توافق رسید به این معنی که تمام مشکل حل است. در گروه تماس مجالس داشتن، دیروز هم امروز هم بحثا را پیش برده، بحثا خوب بوده.
اما امیدوار هستیم که سر مواردی که مانده سر از او هم به توافق برسیم. یعنی او وقتی که ما میگفتیم دو روز پیش تا امروز یک سلسله پیشرفت ها شده، اما هنوز هم پایان کار نزدیک است، تا پایان کار نرسیدیم. موارد اختلافی کدام هستن آقای خزون؟ چون مسئله خیلی حساس است، در این مورد ما تا هنوز وقتی که نهایی شد اعلان میکنیم. درست، مشخص هم نیست، یعنی بعد از این که هیئت های تماس دو طرف به توافق برسند پرونده روی میز هیئت های رسمی میره یا نه؟ گپ تمام است، میریم روی تعیین آجندا. ببینین هر نشستی را که گروه تماس میگیره میایه به مجالس بین خودی ما که روزانه ما مجالس داریم، مجالس بعد از شام که است مسائل تکنیکی ماست و مسائل صبح ما که است و مجالس در مورد طرز العمل و کاریس که چیزی که در مورد کار و چیزی که در مورد مذاکرات پیش میبره، مورد بعد از شام که است و مورد خود ماست که چقدر ارزیابی کار هاست که ما چقدر حیات تکنیکی میشینه و صبح باز حیات مذاکره کننده جلسات داره، بعد از دیگر باز همینطور جریانات جریان داره، مجالس کم پیش میشه اما فعلا اینمی رقم پیش رفته که باز ای که کارا در گروه تماس نهایی شد، هر کس به گروه خود گزارش میده. یعنی ما حیات گروه تماس افغانستان به حیات مذاکره کننده تماس گزارش میده و طالبان به طالبان. بعد از این باز تا نوز ما به نشست عمومی نرفتیم، قرار بریز که اگری در گروه تماس نهایی شوه باز مشترک در مجمع عمومی تصویب میشه. امیدواری به چه اندازه است؟ چند روز دیگه انتظار باید داشته باشیم که بحث روی اصول رفتاری یا کار روی اصول رفتاری تمام شوه و کار روی تعیین آجندا آغاز شوه؟ کار مربوط طالبا هم میشه که طالبا چقدر سر مواردی که مطرح میشه توافق بکنه. تنها از طرف ما نیست، از طرف ما مواردی که از مطرح شده امیدوار هستیم که کار به روزها نکشه و زودتر حل شود. درست. آقای خزون، کارهای مقدماتی برای تعیین آجندا آغاز شده یا نه؟ همه چیز در انتظار تمام شدن کار روی اصول رفتاری است؟ طبیعی است که تنوز به طالبان چنین چیزی مطرح نشده، اما بین تیما باز امادگی های خوبی برای پیشبرد مذاکرات گرفته شده. درست. آقای خزون، قرار بود که پس از مراسم افتتاحیه با تعیین آجندا گفتگوی رسمی آغاز شود، یعنی در حدود دو روز بعد. چیگونه شد که کار به اینجا کشید و حالا ده روز میگذره ولی هنوزم شما اطمینان کامل نمیتین که تا چند روز آینده دقل کار تمام شود؟ ببینین کار یک طرفه نیست، جادی دو طرفه است که ما میریم طالبان باید بیایه و طالبان باید قبول بکنه و ای در وقتی که موارد ما میگیم توافق شده و تصویب شده به این معنی که هر دو طرف باید توافق بکنه. ما خوش بودیم که زودتر این تمام میشد و زودتر ما به یک نتیجه میرسیدیم. متاسفانه که فعلا که در افغانستان ما میبینیم جنگ و خشونت بالا گرفته که این مایه نگرانی ما شده و ما خواستار ازی بودیم که زودتر اصول کاری در یک روز یا در نشست اول گروه تماس ای خلاص شود و ما بریم به طرف مسائل بعدی. متاسفانه که این مسئله در دو سه مورد بسیار طولانی شد و دلیل شامی است که ما در آینده باز با مشکل مواجه نشویم. امیال خوب است که ما یک بحث اساسی را در مورد اصول رفتاری بکنیم به خاطر که طرز عمل باز تغییر نمیخوره، یک بحث خوب شوه تا راه چیز معلوم شوه، مذاکرات و در جریان مذاکرات ما به صورت عمل بکنیم و خوب عمل کنیم و پیش بریم. اگر ما یک اصولی نداشته باشیم، یک نقشه راه نباشه، طبیعی است که باز ما در آینده با مشکلات بر میخوریم که شاید وقتگیر باشه و شاید جنجالای بیشتری را از امروز پیدا بکنه. از این خاطر تاکید ما است که قدم به قدم، کلمه به کلمه، مفاهیمی که اوجا استفاده شده، بحثایی که اوجا میشه، تمام چیزایش خیلی
دقت صورت گرفته و با خیلی احتیاط پیش میره که ما این رزوتر نهایی بکنیم، تصویب بکنیم و بالاخره بریم به موارد بعدی. درست آقای خوزن، با حکومت در کابل در ارتباط هستین؟ گزارش ها را میرسونه هیئت حکومت افغانستان به حکومت در کابل؟ من فکر میکنم که کابل با مستقیما با رئیس هیئت مذاکره کننده در تماس هست، اگر نیاز باشه حتما. با ارگ هم در ارتباط هستن هیئت مذاکره کننده؟ من فکر میکنم که وظیفه را رئیس هیئت مذاکره کننده داره. درست. و اگر نیاز بری باشه که مشوره خواسته شوه و یا نیاز بری باشه که کابل در مواردی که مطرح هست در جریان گذاشته شوه، طبیعی این کار را حتما میکنه دیگه. درست. چقدر دیدگاه هیئت طالبان با هیئت حکومت افغانستان همخوانی دارن به خاطر از این که کار روی تعیین آجاندا اینقدر که کار روی اصول رفتاری طولانی شد طولانی نشه؟ خب ما تا هنوز در مورد آجاندا بحث نکردیم با طالبا و طالبا هم چیزی را شریک نساختن، اما چیزی که مهم است این است که حیات جمهوری اسلامی افغانستان یک دست و همپارچه و همدیگه پذیر است، یکی دیگر نظریاتش احترام بگذاره و بسیار من حیث یک تیم منسجمتر وارد مذاکرات شده، احترام متقابل وجود داره، بحثا خوب پیش میره، بحثا سازنده است، بحثا برای صلح است، بحثا برای پایان جنگ است و تمامش با یک روحی عالی اشتراک کرده. نگرانی هایی که با مردم افغانستان بود اون نگرانی حال اینجا که عملا در بحثا ما اشتراک داریم، این نگرانی ها جای چیز نداره که باید مردم نگرانی داشته باشه، بخاطر که مردم باید بفهمه که هیئت مذاکره کننده افغانستان قوی تر، منسجم تر و استوارتر است و برنامه ها را خوب پیش میبره. ما از این هیئتی که اینجا آمده این نمایندگی از تمام جمهوری اسلامی افغانستان میکنه، تمام اقوام افغانستان، تمام اتباع افغانستان، تمام مذاهب افغانستان اینجا اینها نمایندگی میکنه که یک جای خرسندی است. بسیار تشکر از شما آقای فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی. شمار از خانواده های قربانیان جنگ در کشور میگویند که بر روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان بی باورند. آنان در روز جهانی صلح تاکید دارند که آشتی با کسانی که همه روزه غیر نظامیان را میکشند معنای ندارد. در روز جهانی صلح به خانه می رویم که جنگ جان دوست و خانوادهش را گرفته است. زنی دروازه این خانه را می گوشاید که جان باختن فرزندانش روانش را به شدت آسیب زده است. داد و مراد علی دو برادری بودند که انفجار چند هفته پیش در کابل زندگیشان را ربود. ازدواج کرده بودند. مراد علی دو کودک خردسال دارد و خانمش حامله است. از علی داد هم یک کودک به جا مانده و چند ماه بعد قرار است کودک دومش به دنیا بیاید. برای این خانواده سال در افغانستان معنایش را از دست داده است. طالب کجا رم داره؟ دوتنی از من طالب هستن امالی که مردم قنطار موچی علال میکنه. در طالب هستن طرف طالب برفق. اگر رم داشت ما از اصلا نید از طالب نمیمدیم. در کابل. از کامل آمده سل که قدر دردهای دیگر باز دیدیم. اعتماد چندانی هم بر تامین آرامش افغانستان پس از امضای احتمالی توافقنامه صلح حکومت با طالبان ندارد. دولت مور خانزا مشوره میکنه. او چرا مشوره میکنه؟ او دشمن است. دشمن خونین ماست. او چرا مور خان مشوره میکنه؟ باز پس می امتیاری میکنه. چرا طور میکنه؟ کس خد دشمن خان مشوره میکنه؟ و دشمن از دشمن قاتلگاه ماست. اگر یا که اگر مسلمان بشه و در قرآن اعتبار بشه به کارا رو نمیدارم. کودک از منی گورو نمکشه. بچاره نوجوان رفته دان دکانایش نمکشه. تامین سال از نیازمندی های مهم مردم افغانستان است. شمار دیگری اما چشم گوششان را به گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان در دوحه دوختند. بر تامین صلح در کشور خوشبینند. از طالبان میخواهند و خشونت‌ها پایان داده و آتش بس کنند. یک سال، دو سال، الی سه سال انشاءالله صلح در افغانستان آمدنی است و طرف های درگیر باورمند هستند که در درگیری و به جنگ هیچ طرف پیروز نخواهد شد و همین قسم مردم افغانستان قربان میتند. ما غوخته نده. دی افغان په سیپت باندې چې نور دغه ورور وژنه
بند کی او راشه د سولې په ټغر باندې سره یو ځای کینی. با این همه معلوم نیست که این کودکان که جنگ پدرانشان را گرفته، آیا همانند پدرانشان سالهای طولانی حسرت رسیدن به صلح را در سر خواهند داشت و یا زیر سایه صلح قد خواهند کشید؟ با ادامه گفتگوهای صلح در قطر، جنگ به صورت همزمان در چندین ولایت کشور ادامه دارد. روز گذشته میدان وردک درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان را گواه بود. مقام‌های محلی می‌گویند که حمله‌های طالبان بر پازگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی نرخ عقب زده شده و در پی آن دست کم 26 جنگجوی طالبان و 4 سرباز کشته شدند. در حالی که گفتگوهای دولت و طالبان امروز در قطر وارد دهمین روز خود شده، اما در افغانستان آتش جنگ همچنان شعله‌ور است. شب گذشته ولایت‌های قندوز، تخار، کاپسا، بلخ، میدان وردک و غزنی گواهی درگیری سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. در این درگیری‌ها 9 نیروی امنیتی در قندوز، 8 تن در کاپسا و 5 تن در بلخ جان باختند. اما در میدان وردک 26 طالب کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبا حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این عملات طالبا را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده. حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان حملات خود را بالای پوسته محیط خیل ولسوالی تگاب از چند استقامت آغاز کردند. بعد از جنگ و درگیری به تعداد 8 نفر از نیروهای امنیتی پلیس شهید شدند. همزمان با نزدیک شدن امریکا به پایان طولانی ترین جنگ تاریخش در افغانستان، مقام های پیشین نظامی این کشور از تکرار دوباره 11 سپتامبر نگرانند. سازمان های توریستی که تهدید برای ما محسوب می شوند، حالا از 10 سپتامبر 2001 قوی تر هستند. کسانی که قتل عام 11 سپتامبر را انجام دادند، دانش آموختگان دوران مجاهدان در دوران مقاومت در برابر اشغال شوروی در افغانستان بودند. امروز ما با القاعده و داعش روبرو هستیم که بزرگتر از دانش آموختگان دوره مجاهدان است. همچنین آنها با قابلیت های مخرب بیشتری دسترسی دارند. این مقام بلندپایه نظامی پیشین میپذیرد که جنگ عراق باعث شد که این کشور جنگ افغانستان را به فراموشی بسپارد. ما با این توهم وارد شدیم که جنگ سریع، ارزان و کارآمد خواهد بود. سپس توجه خود را به جنگ عراق معطوف کردیم. ما به نحو افغانستان را فراموش کردیم. اما میدانید که دشمن ما این موضوع را فراموش نکرد. بنابراین ما راهبردها و سیاستهایی را که داشتیم انجام دادیم، نه آنچه را که شرایط ایجاب می‌کرد. در افغانستان هم این نگرانی وجود دارد که خروج شتاب زده امریکا از افغانستان پیامدهای بد را در پی خواهد داشت. با موجودیت تروریسم، گروه‌های مختلف، گروه‌های مختلفی که بسیار زیاد مختلف هستند، موجودیت ازوا و برآمدن قوات‌های بین‌المللی از افغانستان نه تنها خطر برای افغانستان است، بلکه خطر برای کل جهان است. در همین حال مقام‌های محلی در ولایت بامیان گفتند که حمله شب گذشته طالبان بالای ولسوالی شیبر این ولایت را عقب زدند. طالبان شب گذشته از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان بالای یک پاسگاه پلیس در روستای باغک حمله کردند و تا پیش از ظهر امروز با نیروهای امنیتی درگیری کردند. همزمان با این موارد، شمار از زخمیان انفجار درست پیش در پکتیکا نیز خواهان پایان جنگ و برقراری صلح‌اند. درست پیش در ولسوالی جانیخیل این ولایت، کاروان حامل عروس و داماد و مهمانان عروسی با ماین کنارجادهی برخورد کرده بود که 20 زخمی بر جا گذاشت. بیشتر قربانیان این رویداد زنان و کودکان بودند. اینان از طالبان می خواهند که دست از جنگ بردارند تا هر روز غیر نظامیان بیشتره تا طعمه مرگ و راهی بیمارستان ها نشوند. سال می خواهیم داده سال چی وقت؟ یک سال است، دو سال است، گپ سال است، ده سال است، کسی گپ کسی هیچ کس گوش نمیکنه. کلی مردم ملکی را کشته رایستن،
خود اونجا خوب میبینه که دیگه هیچ کسی نیست. یک همی سیاستر استاد است، یک همی مدینک یک موتر دست داد موتر استاد کرده. در جریان دو هفته گذشته 98 غیر نظامی در حمله های طالبان در 24 ولایت کشور کشته و 230 غیر نظامی زخمی شدند. همزمان بر اساس آمار معاونت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یا یونما هم تنها در روز شنبه همین هفته در 4 رویداد جداگانه 20 غیر نظامی کشته و 30 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه طالبان اما تا کنون در این مورد چیز نگفتند. بر اساس آمارهای وزارت امور داخله در دو هفته گذشته در 24 ولایت کشور 98 غیر نظامی توسط طالبان جان باخته و 230 تن دیگر آنان زخمی شدند. بیشتر تلفات هم در ولایت های ننگرهار و تخار به ثبت رسیده است. گروه طالبان در جریان دو هفته گذشته 98 تن از هموطنان ملکی ما را شهید کردند و 230 تن دیگر از هموطنان ملکی ما از اثر حملات تروریستی مجروح گردیدند. طالبان در دو هفته گذشته در 24 ولایت کشور تلفات را به هموطنان ما وارد کردند که بیشترین این تلفات در ولایت ننگرهار و تخار به هموطنان ملکی ما وارد شده است. در حالی که انتظار می رود در جریان گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، خشونت ها در کشور کاهش یافته و غیر نظامیان بر برایند روند صلح خوشبین تر شوند، اما برعکس تلفات غیر نظامیان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. یافته های یونما هم نشان می دهد که تنها در یک روز همین هفته در 4 رویداد جداگانه 20 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. A week ago, intra-Afghan negotiations started in Doha. یک هفته پیش مذاکرات میان افغانان در دوحه آغاز شد. نقطه عطفی برای آغاز یک مرحله جدید است. روند صلح به رهبری و مالکیت افغان هاست. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا یک توافق و حل و فصل سیاسی برای پایان دادن به جنگ دهه ها در افغانستان به میان آید. قربانیان اصلی جنگ افراد غیر نظامی و ملکی بوده. بدون شک جناح‌ها یا هر دو یا تمام جوانب یا طرفین جنگ افغانستان به حقوق قربانیان، به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، سند که حفاظت میکنه افراد غیر نظامی را در جریان جنگ و منازعات احترام گذاشتن نشده. در حالی که انتظارها بر این بود که در آستانه گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، خشونت ها در کشور کاهش یابد و غیر نظامیان بر برایند روند صلح خوشبین تر شوند، اما برعکس آنان به گونه بی پیشینه قربانی می شوند. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت ها و تلفات بی پیشینه غیر نظامیان در کشور، خواستار توقف خشونت و پذیرفتن آتش بس از سوی طالبان شده است. این نهاد از طالبان می خواهد که وضعیت مناسبی را برای گفتگوهای صلح در دوحه ایجاد کنند. تا لحظات دیگر، با فشاری مجلس نمایندگان بر ایستادگی در برابر اجرای برنامه دسترخوان ملی، انتقاد شهروندان از نتیجه بخش نبودن برنامه میثاق امنیتی. خانواده یک پسر 9 ساله در قندهار که یک فرمانده محلی و همدستش را به تجاوز و کشتن پسرشان متهم می کنند، از حکومت می خواهند که عدالت را تأمین کند. این خانواده ادعا دارد که فرمانده یک پاسگاه امنیتی در منطقه دند و همدستانش بر این کودک تجاوز کرده که او سپس در بیمارستان جان باخته است. این ویدیوی نصیب‌الله در بیمارستان در قندهار پیش از درگذشتش ثبت شده. خانواده‌اش ادعا دارد که او قربانی تجاوز جنسی و سپس لتوکوب شدید یک فرمانده پاسگاه امنیتی و همدستانش شده. خانواده‌اش که اکنون از حکومت خواستار تأمین عدالت است، میگوید این کودک تنها 3 ساعت پس از انتقال به بیمارستان درگذشته. مقام های پلیس قندهار اما میگویند که فرمانده پاسگاه به همراه 4 پلیس بازداشت شده و پس از تکمیل بازجویی ها پرونده آنان به دستگاه قضایی فرستاده خواهد شد. دی حریزی پاساس فرمانده او دو کماندان صاحب عملی جنرال صاحب تدیخان و امر سر و موش
پلیس ولاړو د ملاروزی او د اسکر مو ونیول رامو سره کمانډانی ته قضیه مو د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او ان شاء الله چې د دې سبا ډیر ژر څارنوالۍ ته واستول شي عدلي او قضایي ارګانو ته. در هفته های پسین جرم و جنایت در قندهار افزایش یافته که باشندگان این ولایت را نگران کرده است. همزمان با این رویداد زنی شوهرش را در مربوطات حوزه نهم پلیس قندهار گردن زده. این در حالی است که چندی پیش پیکر سربریده شده یک زن در مربوطات حوزه هفتم این شهر پیدا شده بود. مجلس نمایندگان عملی ساختن برنامه دسترخان ملی از سوی حکومت را خلاف قانون عنوان می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش. به اجازه جناب رئیس، رویارویی مجلس و حکومت بر سر چگونگی اجرای برنامه دسترخان ملی. یافته های تازه کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که بودجه دسترخان ملی از کاهش پول اختصاص داده شده برای ابده پروژه زیربنایی به ارزش 325 میلیون دلار تامین می‌شود که از این میان 30% آن از بودجه سال روان مالی و 70% دیگر آن از تعهدهای سال آینده در تفاهم با تمویل کنندگان تمویل می شود. من وزیر مالی و وزیر انکشاف دهات را وغوښتل چې دغه پیسې تاسو د کومه پروژه لکه کړي موږ ته لست راکړي. هغه موږ ته د ولسو پروژو لست راکړه ده چې ډېرې ملي او حیاتي پروژې دي، د هغه نه پیسې کمې کړي دي. یوه ورځ 206 میلیونه ډالر وې، سبا 280 میلیونه ډالر شوې، اوس 315 میلیونه ډالر کم شوي دي. عضوهای مجلس اجرای این برنامه را خلاف قانون میدانند و تاکید دارند که این برنامه پیشرفت در پروژه های زیربنایی را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. حکومت قبل از این که بودجه این پروژه ها را به جای جدید انتقال دهد، بهتر است که روی حل مشکلات پروژه های موجود اقدام نماید. حکومت اما تاکید دارد که عملی سازی برنامه دسترخان ملی کار هیچ پروژه زیربنایی را متوقف نخواهد کرد. بر بنیاد تصمیم تازه حکومت 42 ولسوالی دیگر نیز شامل برنامه دسترخان ملی شده که مجموعه بودجه آن به بیش از 300 میلیون دلار رسیده است. پیش از این حکومت بودجه دسترخان ملی را 280 میلیون دلار عنوان کرده بود. ابدا پروژه که گویا تنقیض شده ان طوری است که 16 پروژه ازی تعهداتش بانک جهانی برای سال آینده داده است و فعلا به خاطر کندی کار او مقدار پول را که در سال جاری مصرف کرده میتونستن او برای ازی پروژه ها موجود است و پولی که نمیتونستن به مصرف برسانن او را سال آینده دونر وعده کرده که دوباره به پروژه ها میدن. از دید شماره از اعضای مجلس، اجرای برنامه دسترخان ملی راه را برای فساد گسترده هموار می کند و همچنان در تضاد با ماده های 90 و 91 قانون اساسی است. در این ماده ها تاکید شده که تصمیم گیری در رابطه با برنامه زیربنایی از صلاحیت نهاد قانون گذاری است. بیشتر از دو ماه از آغاز برنامه میثاق امنیتی به هدف تامین امنیت کابل می گذرد. اما پایتخت نشینان سطح جرایم و ناامنی در کابل را نگران کننده می خوانند. دو ماه و 7 روز از آغاز برنامه زیر نام میثاق امنیتی کابل می گذرد. برنامه ای که با راه اندازی آن مقام های امنیتی اینجا از کاهش چشمگیر سطح جرایم در کابل در ماه های آینده سخن زدند. میثاق امنیتی ضمانت است، ضمانت امنیتی است که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت، ریشه‌کن نمودن ناامنی ها و مبارزه علیه هر نوع فساد بوده. پس از آن هرچند وزارت امور داخله از دستاوردهایی در این بخش سخن گفت، اما پایتخت نشینان نسبت به آنچه چالش های امنیتی در بخش های از کابل است انتقاد دارند. سطح جرایم جنایی بالا رفته و این باید توجه جدی داشته باشه و همچنان از مردم بازم تقاضا میکنم کمکاری خود داشته باشه. ما متوجه میشیم که همین دوزا و ولگردا و کسایی که تلفن های مردم هم میگیره که چوکم یا انتحاری هایی که میشه بیشتر جایی هست که خیلی بنده امنیتی در اوجه زیاد است، اما بازم ما میبینیم که انتحاری پیش میشه. در منطقه خورما که در نوعی سی سی موقع داره است، ساعت 6 شام در بیرون گشته نمیشه و بسیار پیسی ناچیز به سر یک موبایل و یا بسیار پیسی اندک انسان ها را به قتل میرسند.
صبح امروز نیز مربوطات حوزه 5 و 8 کابل گواه دو رویداد برخواسته از انفجار ماین مغناطیسی بود که در نتیجه آن یک کودک جان باخت و سه فرد ملکی زخم برداشتند. مسئولان در فرماندهی پلیس کابل اما میگویند در چارچوب برنامه میثاق امنیتی عضوهای 60 باند مافیایی و شمار زیادی از افرادی که در کارگزاری ماین‌های مغناطیسی دست داشتند بازداشت شده است. وضعیت امنیتی کابل در حدی که از طرف علاقات خاص مورد وخیم وضعیت وخیم نشان داده میشه نیست، اما اتفاقات که صورت گرفته جرایم اجتماعی و پدیده‌های خود جرم یک پدیده اجتماعی است متاسفانه گاهی اتفاق میفته که پلیس در تلاش وقایع از وقوع جرایم است. انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و مغناطیسی در ماه‌های پسین نگران کننده بوده است. بر بنیاد آمارها از زمان آغاز برنامه میثاق امنیتی 10 رویداد انفجار ماین‌ها در کابل ثبت شده و یک حمله مرگبار دیگر بالای کاروان حامل موترهای امرالله‌صالح معاون نخست رئیس جمهوری. نتوانسته در هماهنگی با نهادهای استخباراتی دفاعی و امنیتی با حوزات امنیت ملی، پلیس ملی، مردم، جامعه مدنی، رسان، شخصیت های اجتماعی ای را هماهنگ کنند. مشکل در پیاده کردن نداره. فساد گسترده، تعینات بر مبنای روابط و دوستی، فقر، عدم برخورد قاطع عدلی و قضایی و در مجموع بی‌ثباتی مانی عملی شدن نداره. مقام های حکومتی با آغاز برنامه میثاق امنیتی اعلام کرده بودند که در تطبیق این میثاق هیچ گونه امکانات نو، جنگ افزار و تشکیلات نو نیاز نیست، بلکه برای تطبیق آن داشته ها و توانایی های مردم، ظرفیت های اجتماعی و محلی، توانایی های موجود دولت و جهتگیری همه منابع در راستای بهبود امنیت و مبارزه با جرایم جنایی در کشور نیاز است. امسال حاصلات خرما در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و فرا افزایش یافته است. تمیم شهیر جزئیات می‌دهد. نخلستان یا باغ‌های خرما در فرا. سجری باغ خرما که سالانه بیش از 2000 کیلوگرم حاصل می‌دهد. ننگرهار، فرا و هلمند بیشترین خرمای کشور را تولید می‌کنند. ولایت‌هایی که تا چند سال پیش هیچ درخت خرمایی در خود ندیده بودند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که امسال تنها در ولایت ننگرهار 150 تن خرما تولید شده و تلاش ها روی ایجاد باغ های تجارتی خرما در این ولایت جریان دارد. حاصلات خرما در ولایت های ننگرهار، فرا، هلمند نسبت به گذشته بیشتر شده. در ننگرهار برای اولین بار امسال حاصلات خرما به بیش از 150 تن رسیده و همین شکل در فرا و هلمند هم حاصلات نخلستانهای خرما بیشتر به دست آمده. آب و هوای لغمان، کندهار، خوست و نیمروز نیز در تولید خرما مناسب است. کشاورزانی که مصروف کشت و برداشت خرما اند از میزان و کیفیت حاصل درختشان راضی به نظر می رسند. دیگر تقریباً در حدود هفته یک دفعه اینا را امیدیم. دیگر مصروف همین کار خرما هستیم دیگر. خرما فعلا به دست ما در خرما می چینیم. ای در حدود 100 جریب زمین است این درخت ها که در از این ساحه غرس شده و این تقریبا سال اول از این است که به حاصل آمده. بر علاوه از این فارم اداره زراعت وزارت محترم زراعت تصمیم بر از این داره که 27 جریب زمین را باغای تجارتی خرمای داست کنه در از این ولایت. سالانه ده ها تن خرما از کشورهای عربی و ایران وارد کشور می شود. اما با ترویج و تولید بیشتر خرما در کشور از میزان واردات این میوه کاهش خواهد یافت. اکنون هم بازار فروش خرمای وطنی در کابل گرم است و مردم به بهای بلند آن را به دست می آورند. آقای اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای بحث بیشتر روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای رستمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. تشکر، سلام به شما. آقای رستمی، خبرهای خوب از فرا میشنویم. فرا در آستانه تبدیل شدن به یک مرکز صادرکننده خرما در افغانستان و جهان است.
خوشبختانه در سال جاری سطح تولید خرما در ولایت های ننگرهار، هلمند و اون چیزی که شما در گزارش به او پرداختین، ولایت فرا در حال افزایش است، چیزی که در گذشته در افغانستان وجود نداشت و یا اگر بود به شکل نمایشی بسیار محدود درخت های خرما در یک تعداد ولایت محدود بود، ولی امسال حدود 100 جریب باغ تجارتی که با همکاری مؤسسه الغرافه در فرا ایجاد شده و حاصل آمده که امسال تقریبا 2000 کیلوگرم صرف از این باغ حاصل برداری میشه، به همین پیمانه بالاتر از 150 متریک تن خرما از ولایت ننگرهار در سال جاری برداشت شده. هلمند هم حاصلات خرما بهتر بوده. وزارت زراعت برای گسترش ایجاد یا احداث نخلستانها و باغهای خرما و البته به شکل تجارتی یک طرح ملی را در سال جاری تکمیل کرده که به اساس از او ایجاد باغهای تجارتی عملا از ولایت‌های هلمند و فرا و به سال آینده در ننگرهار آغاز میشه که مجموعاً در ننگرهار بالاتر از 350 جریب باغها روی دست است که احداث شود و به می شکل در ولایت‌های هلمند، فرا، نیمروز، لغمان، قندهار و حتی خوست شرایط اقلیمی برای غرس درخت های خرما مساعد است، برنامه وزارت شامل میشه. درست آقای رستمی، اگر فرصت بود روی هلمند و ننگرهار میاییم، ولی ما میدانیم که خرما از گذشته های خیلی دور در فرا وجود داشته و تاریخچه‌اش هم خیلی به قدیم میرسه به گذشته های دور. چی چیز به فرا چنین برتری را داده؟ شرایط اقلیمی که در ولایت فرا مساعد از آب و هوای مناسب و معتدل و زمین های هموار که در فرا وجود داره، شرایط بسیار خوب برای نخلستان های خرما را مساعد ساخته. درست. به همین پیمانه قبلا یک تحقیقات روی ولایت های مختلف صورت گرفته که از جمله فرا شامل همی ولایت بوده. احداث باغا در ولایت فرا در سال جاری و سال آینده انشالله ادامه پیدا میکنه. البته با 5 سال آینده قرار است بالاتر از 28000 هکتار باغای خرما هم به شکلهای تجارتی و هم دهقان در 8 ولایت کشور که فرا جز از این ولایت هاست احداث شد. درست. آقای رستمی، در همین سالهای اخیر گفته می شد که حداقل 800 جریب زمین تحت کشت خرما در فرا وجود داره. در حال حاضر چقدر زمین تحت کشت خرما قرار داره در فرا؟ البته می که هر دهقان بدون شک ممکن است تعداد از دهقین ما با آقای خرما اندازه های مختلف داشته باشه، ولی آن چیزی که در اول ما روی از او صحبت کردیم، مسائل غرافه به شکل تجارتی، یعنی باغایی که اندازه 100 جریب احداث کرده که به حاصل آمده در مناطق مختلف فرا و خصوص در مرکز، بله در گذشته ها باغا به شکل نمایشی احداث شده و فعلا سر حاصل آمده، ولی تاکید در آینده روی احداث باغای تجارتی است تا ما از این طریق بتانیم ترویج و تکثیر باغای خرما را بیشتر بسازیم و در عین حال زمینه را بر افزایش تولید در ولایت های مختلف از جمله فرا مساعد بسازیم تا در گام اول ما از نظر تولید خرما به خودکفایی برسیم و متعاقب از او حتی ظرفیت ها جستجو شود که بتانیم میزان تولید بالاتر از نیازها در سالهای آینده برسانیم و زمینه حتی بر صادرات خرما با توجه به کیفیت خوبی که داره مساعد شود. شما این سال در بازارهای کابل خصوصا خرمای ننگرهار شاهد بودیم که به برای نخستین بار امسال به فروش رسید. ما امیدوار هستیم که در سالهای آینده در شهرهای مختلف کشور خرمای تازه به فروش برسد. درست آقای رستمی، یک انتقاد که از قبل وجود داشتی بود که در کشور ما توان اصلاح نهال‌های خرما وجود نداره و بیشتر از کشورهای عربی و ایران نهال وارد افغانستان میشه، نهال‌هایی که البته اصلاح شده هستند. حالا هم چنین مشکل وجود داره؟ یعنی خرمایی که در سال جاری در هلمند به دست آمده بدون شک در 2-3 سال گذشته اینا پیوند شدن. بله. تا با حاصل رسیدن قطعا به اساس طرح ملی که وزارت زراعت
ایرانی هایی ساخته و توسط شورای اقتصادی هم منظور شده. بدون شک روی ورایتی های مختلف خرما با توجه به شرایط اقلیمی ولایات کار میشه و تلاش ما این است که در آینده ما بتانیم تولید در کشور و ضمن از اینکه تولید بیشتر بسازیم، بتانیم در قسمت تکثیر نهال های خرما و ورایتی های خوب، ورایتی هایی که در داخل افغانستان نتیجه میدن، برای دهقین در ولایت ها کار بکنیم. درست آقای رستمی، در بخش افزایش معلومات دهقین به منظور کشت خرما چی کارهای وزارت شما انجام دادن؟ این گامی نخست است، یعنی برای نخستین بار در سالهای در چند سال گذشته، سال 98 و تا حد هم در سال 98 کارها به شکل ابتدایی آغاز شده بود، ولی در سال جاری این روند سرعت داده شد. بدون شک در سال 1400 هم برای دهقین هم برای سکتور خصوصی ریاست‌های زراعت ولایات، خصوصا 7 ولایت 8 ولایت را که من قبلا ذکر کردم، مستقیم با دهقین کار می‌کنند. درست. و ولایتی که بیشترین حاصلات خرما را داره کدام است؟ ولایت ننگرهار در صدر است. درست. در گذشته هم کار شده، تقریبا در سال جاری بیش از 150 تن خرما از ولسوالی‌های مختلف ننگرهار حاصل برداری شده است. درست. آقای رستمی، چه زمان به یک صادر کننده خوب خرما تبدیل خواهیم شد؟ هنوز زود است، به خاطر که کارها تایی دو سال آغاز شده. بله. و تطبیق این طرح به شکل تجارتی که با آقای احداث میشه بدون شک در سال آینده گسترش پیدا میکنه. ما امیدوار هستیم که در 5 سال آینده که طرح قرار است تطبیق شد، بتانیم حداقل به اساس نیازها و ولایت هایی که در این طرح گنجانیده شده بالاتر از 28 هزار هکتار باغ‌های خرما در 7-8 ولایت احداث شد. چالش هایی که هنوز هم وجود دارد در این بخش چی هستند آقای رستمی؟ طبعا سطح آگاهی در بسیاری مناطق پایین است. هنوز هم مردم در ولایات به خصوص مناطقی که شرایط اقلیمی برای پرورش خرما مساعد است آگاهی ندارند. ریاست های زراعت، مدیریت های ترویج ما تلاششانی است که سطح آگاهی را بیشتر بسازند، نهال های خرما را بیشتر در سالهای آینده تکثیر بکنند و مهمتر از همه با توجه به اهمیت خرما، بازار که برش در مارکت داخلی افغانستان موجود است، شما میفهمین که بیشترین نیازهای افغانستان از کشورهای همسایه وارد میشن، ما تلاش بکنیم تا دهقین هم تشویق شوه و در این راستا بدون شک یک چالش جدی میتونه بودجه باشه که تقاضای ما از کشورهای کمک کننده، دونرها و حکومت افغانستان به خاطر تطبیق این طرح درخواست بودجه و امکانات است که خوشبختانه در سال 1400 یک بخش زید اختیار ما قرار داده میشه. به هر اندازه ای که بودجه بیشتر شد با همه اندازه میتونن ما را به اهداف ما زودتر نزدیک بسازن. درست. آقای رستمی، به عنوان آخرین پرسش و پرسشی که فراموشم نشد، تا حالا چی سود به دست آوردیم از حاصلات خرما؟ همین که 150 تن خرما در سال جاری در ننگرهار به دست آمده. بله. همین که بزرگترین باغ تجارتی سر حاصل آمده در فرا، به همین پیمانه وقتی که باغای به مساحت 27 جریب ساخته میشه در ولایت های مختلف و حتی بالاتر از او، این میتونه بزرگترین دستاورد باشه، خصوصا طرحی که نهایی شده به اساس از این طرح، یعنی به اساس یک پلان منظم ما پیش میریم، بزرگترین دستاورد. بسیار تشکر از شما آقای اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور. امریکا تحریم های تازه را بر وزارت دفاع ایران و نهادهای مرتبط با برنامه های تسلیحاتی و هسته‌ای این کشور اعلام کرده است. در کنار ایران، نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری ونزوئلا نیز از کسان است که مورد غصب تحریم های امریکا قرار گرفته است. مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا، بار دیگر دولت ایران را یک رژیم هراس افغان خوانده و گفته نمی گذارد که این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد.
به گفته رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در مجموع 27 شخص حقوقی و حقیقی ایران به شمول چند دانشمند از این کشور جدن به فهرست تحریم های ایالات متحده امریکا اضافه شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اما این تحریم ها را غیر قانونی می داند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران می گوید که جنگ 8 ساله این کشور با عراق از عقلانی ترین رویدادهای تاریخی این کشور است. رهبر ایران که به مناسبت 40 سالگرد جنگ ایران عراق سخنرانی می کرد، بدون نام بردن از امریکا و برگشت تحریم های یک جانبه سازمان ملل از سوی این کشور علیه ایران، می گوید جنگ میان ایران و عراق نشان داد که هزینه تجاوز بر ایران زیاد است و این امر برای یک کشور امنیت می آورد. بیننده های عزیز، از توجه و همراهی تان به این مجمع خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.